سلام. یکی دو روز پیش شیخ فری رفت دانشگاه و یه چرندیاتی گفت. البته چرندیاتش قابل اشتعال بود، چون وقتی افتاد رو آتیش جنگ درونی نظام چنان شعله برش کرد که بیا و ببین، حتی تیویریشم واسش دست گرفت و وعدهای توخالی قبلی رو به رخش کشید. تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. حالا حدود 2 سال از امضا و اجرای برجام گذشته. قرار بود همه تحریم ها لغو شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه از همان روزهای اولیه به بهانه های مختلف تحریم های جدید نیز وضع شد. بله، خب اگه خوب نگاه کنی تمامی تحریم ها برداشته شد، اما چون کمر ظریف وسط مذاکرات گرفت نتونست بالا نگه دارش و انداختش سر جاش. اما از این حرفا گذشته، شیخ فری یه چرندی گفت. شماها چرا باور کردین؟ شنونده باید عاقل باشه. البته حرجی بهشون نیست، چون عقلشون پاره سنگ برمی‌داره. برجام در بنبست، اقتصاد در رکود، دولت مشغول حاشیه سازی. در حالی که دولت بعد از 4 سال وعده دادن هنوز نتوانسته گرهی از کار فروبسته اقتصاد باز کند و تنها و تنها در حوزه حرف موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده، میوه تلخ برجام میرسد و به زودی آمریکایی‌ها جواب اعتماد یک طرفه و غیر منطقی تیم مذاکره کننده و البته با هدایت جاسوس ها را می دهد و با مادر تحریم ها اندک راه های موجود را هم می بندد. در چنین شرایطی منطق و عقل حکم می کند که دولت مردان شب و روز نشناسند. با این حال خبری نیست. دولت مردان در نهایت سادگی خبر از ادامه برجام بدون آمریکا می دهند و یادشان رفته که روحانی گفته بود اروپایی ها آقا اجازه هستند، ما مستقیم با خود کت خدا مذاکره می کنیم. حالا کت خدا تحریم های تازه را وضع کرده و روز اجرای آن نزدیک است، اما دولت مردان درگیر بازی با کلمات هستند. بیا بازی با کلمات، خب چی کار کنن؟ بدن گل کوچیک بازی کنن؟ اما ترسشون از تأثیرات اون کار فروبسته اقتصاده که این روزا ملت آورده تو خیابونا، از مال باخته ها گرفته تا کارگرا. بله از این میترسن، اونم چه ترسی. در حالی که تاکنون از برجام فقط یک مشت کلیگویی های بیخاصیت نظیر فتح الفتوح و معجزه قرن و تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل ایران به ملت تحویل داده‌اند و هنوز نتوانستند حتی یک دستاورد محسوس و قابل قبول برای آن دست و پا کنند، با حالتی که انگار قصد تواضع دارند اظهار می‌دارد که ما آمریکایی‌ها را فریب داده‌ایم و نمونه‌های دیگری از این دست وارونه نمایی‌ها که شرح آن به درازا می‌کشد. مثل این که یه مش کلیگویی کم بوده. خب شیخ فری 2-3 مش کلیگویی تحویلش میدادیم. البته این برجام یه دستاوردهایی هم داشته. از یه طرف هیزم جنگ درونی رو فراهم کرده و از اون طرف راه اعتراضات رو باز کرده که هر دوتاش داره اوج میگیره و تا همین چند روز آینده به اوجشم چی؟ میرسه. از من موشکاف بشنوین، بعد نگین نگفتی ها. فعلا خدا نگهدار.